آقای گنجاوی خسته نباشید. بالاخره به روز افتتاحیه جشنواره 2018 رسیدیم. چه تفاوت‌های کیفی و کمی داره این جشنواره در امسال با سال گذشته؟ من فکر می‌کنم مهم‌ترین تفاوتی که این جشنواره پیدا کرده اینه که ما شروع کردیم به باز کردن جشنواره‌مون به فیلم‌هایی که به وسیله کارگردان‌های ایرانی و عوامل ایرانی در خارج ایران داره تولید میشه. و به هر حال ما فیلم مثلا چارمرز رو در جشنواره امسال گذاشتیم که فیلم از محصول دانمارک محسوب میشه. فیلم های فرهادی رو گذاشتیم که در اسپانیا تولید شده. به نتیجه رسیدیم که به هر حال سینما ایران هر روز نسبت به گذشته داره جهانی تر میشه و فیلمسازهای موفق خوبی در حال تولید فیلم های بزرگی هستن. اگر در چند سال گذشته فیلم های خوب کم تولید میشه در خارج از ایران، ولی الان این امکان و خوشبختانه این مشکل دیگه حل شده و ما میتونیم فیلم های خوبی رو ببینیم در این چند سال. بسیار کارگران ایرانی عوامل ایرانی تولید شده و اولین مهمترین تغییرش که ما دیدیم باز کردن جشنواره سینما ایران بود به فیلم هایی که در خارج ایران تولید میشه. فیلم های داخلی لوکال خوبی دیگه داره ساخته میشه. اینا رو سعی کردیم که اضافه بکنیم. معیار شما و تیم شما در انتخاب فیلم ها چیه با توجه به اینکه ظاهرا فیلم های امسال از نظر تعداد بیشتر از فیلم های سال گذشته هستن و تنوع کیفی بیشتری هم دارن؟ بله، خب مهمترین معیار ما کیفیت هنری فیلم هاست. ما کیفیت هنری رو بر همه چیز مقدم میداریم. حضور در جشنواره خیلی برای ما مهم هست. فیلم هایی که در جشنواره اکثر فیلم هایی که ما اجازان در جشنواره بزرگ جهانی شرکت کردن، جایزه پیدا گرفتن، ریویو های خیلی خوبی داشتن و همچنین کمیته انتخابی هم برها نظر مثبتی داشته. برها تمام اینا فاکتورها باعث میشه که ما فیلم رو انتخاب بکنیم. و همچنین در هر حال دوست داریم یه سری فیلم ها رو با ما فیلم های جدید و نو در سینما ایران تولید میشه رو معرفی کنیم. امروز فیلم کلمبوس رو داریم میبینیم که اولین اکران جهانی فیلم در ساحت جهان محسوب میشه و خب خیلی خوشحال هستیم که فیلم های از این دست رو هم داشته باشیم. فیلم هایی که حالا از دل سینمای بدنه ایران هم میان برمیگرده به همون رویکرد همیشگیمون که اعتقاد داریم سینمای ایران فقط سینمای هنری نیست و سینمای تجاری هم نقش مهمی رو درش داره. در چند ماه اخیر که اخبار سینمای ایران منتشر می‌شده اسامی هنرمندان مختلفی رو ما دیدیم. اسم خانم شبنم مقدمی و آقای امیر جعفری در بین این هنرمندا بودن که قرار بود در این جشنواره شرکت کنن. چه شد که حضور ندارن؟ خب یکی از بزرگترین کمبودهایی که در جشنواره امسال ما داریم عدم حضور بازیگران زن و یا فیلمسازان زن هست که ما خیلی دوست داشتیم از بازیگران فیلمسازان زن بیاریم. با خیلی هم در تماس بودیم ولی خب متاسفانه نمیدونم هر کار کردیم امسال با بازیگرای زن یا درگیر پروژه های تئاتری بودن یا درگیر پروژه های فیلم سازی و یکی از چیزایی که ما رو خیلی آپست کرد و ناراحت کرد که نتونستیم بالاخره بازیگرای و هنرمندای زن رو داشته باشیم. شبنم مقدمی هم دوست داشتیم بیاریم، قرار بود بیان ولی ایشون هم درگیر یک کار جدید فیلمسازی شدن و متاسفانه خب بودنشون رو کنسل کردن. آقای امیر جعفری قرار بود برای فیلم چهار انگشتی بیاریم ولی خب با توجه به اینکه اون فیلم هنوز مراحل ساختش پایان نرسیده و هنوز با مقدار باید کامل‌تر بشه، دانش مشروطیم از جشنواره کنارش بگذاریم. امیدوارم برای فرصت دیگه با یه فیلم جدیدی که از ایشون داشته باشیم آقای جعفری رو داشته باشیم. ولی خب جایگزین کردیم، آقای جدیدی رو جایگزین کردیم، آقای عطشانی رو الان جایگزین کردیم. به هر حال یک اکیپ نسبتا خوب رو 8 نفره رو تقریبا از مهمان‌های امسال داریم. با توجه به اینکه شما کسی هستید که برای نشریات انگلیسی زبان هم نقد فیلم می‌نویسید، اطلاع دارین بازتاب جشنواره سینمای ایران در رسانه‌های انگلیسی زبان کانادا چطور هست؟ بله، اتفاقا من همین که الان داشتم میومدم یه مسابقه کردم با سی بی سی رادیو فرانسه در بخش فرانسه‌اش در مورد جشنواره با من زنگ زده بودن، تماس گرفته بودن و از ما خواستن در مورد جشنواره صحبت داشته باشم. به هر حال معلوم هست که اخبار جشنواره ما خوب خوب می‌چرخه و در رسانه‌های مطبوعاتی در جک و شناخته شده جهان هم بازتاب داره. چه رسانه‌های خارجی حضور ندارن برای تهیه گزارش؟ سعی کردیم که با یه سری از رسانه‌های خارجی هم در ارتباط باشیم و دعوتی کردیم و قرار هست مثلا از طرف کمپانی یونیورسال یک نماینده برای فیلم فرهادی بیاد و اون فیلم رو بازتاب و پوشش بده. داریم سعی می‌کنیم که اون رو هم بیشتر بکنیم و فکر می‌کنم این به هر حال کاری هست که این کمبودی هست، فکر می‌کنم در کل کامیونیتی ایرانی وجود داره. کامیونیتی ایرانی در پوشش اخبارش داخلیش خیلی موفق هست و با رسانه‌های داخلی زیادی مثلا میشن که مثل بی بی سی، شبکه روزنامه‌های مختلف داخلی خارجی در ارتباط، ولی رسانه‌های خارجی خیلی سخت‌تر پوشش پیدا می‌کنه. حالا من خودم خیلی با رسانه‌های خارجی در ارتباط هستم و خب سعی می‌کنم که در مورد این نشریات خوب بنویسم، ولی از اون طرف چون من خودم به هر حال دبیر جشنواره هستم نمی‌تونم مستقیما این کار رو انجام بدم چون کانفلیکت آف اینترست ایجاد میشه. ولی به هر حال داریم مکانیزم‌ها راههایی رو پیدا می‌کنیم که رسانه‌های خارجی توجهشون بیشتر بشه سینمای ایران. خیلی متشکرم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم و ممنون از کوشش شما.